بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور سبا عزيز مين با نوع دومي از حجرات خون که برات از حجرات سفید خون می باشه یا WBC یا وایت بلد سلز یا لیکوسایت ها می باشه. خب به طور عمده دکتر سبا WBC یا وایت بلد سلز حجرات سفید خون در سیستم دفاعی بدن رول داره. خب ما دو نوع انواع حجرات خون داریم یا حجرات سفید خون داریم. یکیش در نس می باشه، ببخشید در خون می باشه، خون که به طور عموم تمام انواع WBC در خون موجود می باشه و که به نام سرکولیتینگ وایت بلد سلز میگه، و نوع دومی در انساج می باشه، عموما مکروفاژ های نسجی مشتق شده از WBC یا وایت بلد سلز که در دوران خون حرکت میکنه به نام مکروفاژ های نسجی یا تیش مکروفاژ یاد میشه. در پهلوی از این دکتر سوا در پهلوی مکروفاژ ها حجرات لنفوسایت ها هم در نسج قرار دارند. و طور عموم وایت بلد سلز از لحاظ عمومیات به دو شیوه در مقابل انتان یا در مقابل جسم اجنبی یا در مقابل انساج تخریب شده عکس العمل نشان میده. اول فاگوسایتوزیس یا بلع کردن می باشد، دوم تشکیل انتیبادی ها و لنفوسایت های حساس می باشد. این که به شکل آنی فاگوسایتوز میکنه لیکن به شکل دوامدار انتیبادی ها را میسازه، و ای که لنفوسایت ها در مقابل انتانی که یک بار بدن در مقابلش روبرو شده و میان میره. خب دور عموم در کسبه ما دو نوع WBC یا حجرات سفید خون داریم. در اولش به نام گرانولوسایت یاد میکنه، گرانولوسایت ها اوی را به نام پولی نوکلیارز هم میگه، یعنی چندین هستوی میباشه. نوع دومش اگرانولوسایت ها یا بیدانه دار یا بیدانه یا به نام مونو نوکلیار هم یاد میشه. خب در گرانولوسایت ها سه نوع حجرات شامل میباشه: نتروفیل، ازینوفیل، بازوفیل. که از لحاظ فیصدی نتروفیل ها در تمام WBC بلند میباشه، تقریبا 62%. به شکل اوسط ازینوفیل ها تقریبا 2.3% میباشه، بازوفیل ها ممکن 0% و 1.4% میباشه. خب اگرانولوسایت ها شامل مونوسایت و لنفوسایت می باشد. لنفوسایت ها تقریبا در جرات درجه 3 WBC می باشد، از لحاظ فیصدی 5.3% می باشد. به طور عموم وظیفه بلعیدن می باشد، بلعیدن انتان های جسم اجسام اجنبی یا حجرات تخریب شده بدن ما شما. لنفوسایت ها تقریبا 30% از تمام WBC رو تشکیل می دهد که با تشکل انتیبادی و ای که لنفوسایت های حساس شده در مقابل انتان عکس العمل یا جسم اجنبی عکس العمل نشان می دهد. خب تولید حجرات سفید خون مثل که ما در RBC صحبت کرده بودیم از پلوریپوتنت هماتوپویتیک استم سل یا حجره ابتدایی که در مغز استخوان از بامیان می آید، از او سلسله هایی که به WBC تبدیل میشه، به دو ردیف حجرات سفید خون تبدیل میشه که یکی ردیف یا سلسله میالوسیت می باشد و یکی سلسله لیمفوئید می باشد. سلسله میالوسیت ها تبدیل به گرانولوسایت ها و مونوسایت ها میشه در مخ عظم، لیکن سلسله لیمفوسایت ها در سوا در عقدات لنفاوی در فعال تمس لوزه ها ساخته می شود و بالاخره دمی اعضا جابجا شده در انساج لنفاوی و ای که در دوران خون گردش میکنن. خب دوره حیات حجرات سفید خون مختلف می باشد. به طور عموم گرانولوسایت ها وقتی که بعد از اینکه ساخته میشه در خون 4 الی 8 ساعت دوران میکنه، سرکولیشن میکنه، لیکن بعد از اینکه در نسج داخل میشه تقریبا تا 4 تا 5 روز میمونه، لیکن بعد از 4 الی 5 روز از بین میره بعد از دفاع در مقابل انتان. مونوسایت ها در خون تقریبا 10 الی 20 ساعت گردش میکنه و بعد از اینکه به نسج داخل میشه میتونه در نسج به شکل مکروفاژ تا ماها زنده بمونه، لیکن پلاتلتس که در آخر می خوانیم نوع سوم از حجرات دایچی از خون است، هر 10 روز بعد تجدید شده میره. در باره RBC گفته بودیم که تقریبا تا 20 روز عمر داره. خب خصوصیات دفاعی نتروفیل ها و مکروفاژ ها. خب در پسر عزیز ما قبلا اسلاید اولی دیجا گفتیم که به طور عموم طرز العمل دفاع حجرات سفید خون یک شوا فاگوسایتوز است. به طور عموم فاگوسایتوز است که از دکتر سوا وظیفه نتروفیل ها و مکروفاژ ها می باشد، لیکن قبل از اینکه یا عمل فاگوسایتوز انجام بده باید بعضی از آمادگی های خود داشته باشه، اولی که حمله به انتانات. یکی از خصوصیات مهم دفاعی نتروفیل ها چی است؟
حمله بر انتانا به معنا که بالای انتانا باید حمله کنه. یکی چه نوع حمله میکنه؟ نیتروفیل ها در دوران خون می باشه، لیکن مکروفاژ ها ابتدا در دوران می باشه به شکل مونوسایت و بعدا در نسج داخل میشه. البته به شیوه دیاپیدسز از هویت تیر شده میره و بالاخره مکروفاژ وقتی که دایچی داخل میشه در نسج خود بزرگ میکنه و به شکل امیبی حرکت میکنه. خب به خاطر ازی که این حجرات بتانه سر انتان به شیوه خوب عمل کنه یا اون را بشناسه، انتیبادی توسط لیمفوسایت ها که بعدا میخوانیم انتیبادی به نام ای جی جی ای ساخته میشه و همچنان بعد از او ایجاد کامپلکس با انتیجن، این انتیبادی با انتیجن یک جای میشه. وقتی که یک جای شد بعد از او میتانه که این حجرات دفاعی ما شما ذریعه انتیبادی ای جی انتیجن را بشناسه و یکی که در پس با یک کامپلکس مثال معذرت یک کامپلمنت پروتین به نام C3B که بعدا انشالله خواهیم سرش بحث کرد که نمی دو ماده یکی IgG و دوم C3B یا دو ماده است که یا در اپسونیزیشن رول داره. اپسونیزیشن به معنای شناخت جسم اجنبی توسط حجرات بلاکننده یعنی نیتروفیل و ماکروفاژ. این مواد امر انتیژن خود می چسبانه، وقتی که چسبان ایجاد کمپلکس یا ماده مغلق را به نام انتیژن و این مواد می سازد، بعد از اون به ذریعه از یعنی نیتروفیل و ماکروفاژ را می شناسد. این به نام اپسونیزیشن یاد می کنه یا پروسه شناخت و بعد از فاگوسایتوز انجام داده می شود. بعد از اینکه در داخل حجره کرد این مواد هضم می کنه. هضم توسطی که صورت می گیرد انزیم هایی که در داخل نیتروفیل ها و ماکروفاژ ها می باشند. خب این انزیم ها عموما یا در پرکسیزوم می باشه یا در لایزوزوم می باشه. خب عموما مواد باکتریسید یا مواد کشنده انتان ها یا باکتریا ها اطور عمده در داخل پرکسیزوم می باشه که در داخل حجرات نیتروفیل می باشه. مهمترین از یا هیدروژن پروکساید می باشه، آیونی هیدروکسیل می باشه و خود اکسیژن می باشه و همچنان توسط انزیم میالو پراکسیدیس که در داخل لایزوزوم می باشه هیدروژن پراکساید هم روی کلورین تعامل کرده هایپوکلوریت می سازه که یک باکتری کش قوی می باشه. پس اینمی مواد، این مواد در داخل حجرات WBC خصوصا حجرات نیتروفیل و ماکروفاژ، خصوصا نیتروفیل موجود می باشه و ذریعه از یا انتانات خصوصا باکتری را از بین می بره. خب دکتر سبا عزیز، ما یک اصطلاح داریم به نام مونوسایت ماکروفاژ سیستم یا ریتیکولو اندوتیلیال سیستم. البته در این سیستم دکتر سبا شامل مونوسایت های دورانی می باشه، ماکروفاژ های متحرک نسجی می باشه و ماکروفاژ های ثابت نسجی می باشه و همچنان حجرات خصوصی سیستم اندوتیلیال در مغز استخوان تا حال اسپلین و عقدات لنفاوی می باشه. ببینین از نامش معلوم است، مونوسایت حجرات که در دوران خون می باشه، ماکروفاژ که در داخل نس می باشه در دوران می باشه لیکن شکل فعال مونوسایت ها می باشه و همراهش حجرات اندوتیلیم. این در مجموع ما به نام ریتیکولو اندوتیلیال سیستم هم یاد می کنیم یا به نام مونوسایت ماکروفاژ سیستم هم یاد می کنیم. این سیستم دکتر سبا دارای این حجرات می باشه و این حجرات عموماً در بلک کردن انتان، در بلک کردن که ما قبلا در لکچر قبلی خواندیم RBC تخریب شده، خصوصاً هیموگلوبین که او را به استقلاب می رسانه، انساج تخریب شده، اجسام اجنبی رول داره. خب مونوسایت ماکروفاژ سیستم تقریبا تمام حجرات ریتیکولو اندوتیلیال سیستم منشأش از مونوسایت می باشه. ابتدا به شکل غیر فعال و غیر متحرک می باشه و متصل به انساج و فعال شدن تبدیل به ماکروفاژ های متحرک می شه. به این معنی که در ابتدا به شکل غیر فعال می باشه لیکن بعد از این که ای در انساج داخل می شه و به مشکل شوی فعال شدن شکل ما قبلا خواندیم دویجه باز بالاخره به حجرات فعال تبدیل می شه و بالاخره به حجرات متحرک تبدیل می شه.
خب عموما در حجرات مونوسایت یا ماکروفاژ که در داخل سیستم رتیکول اندوتیل سیستم می باشد، در کدام قسمت های از بدن ما شما می باشد؟ توضیحش در نواحی زر می باشد، در جلد و تحت جلد می باشد، به نام هستروسایت یاد می شود، در عقدات لنفاوی، در تحال، در مخ عظم می باشد، در ریه ها می باشد که به نام الویلر ماکروفاژ یاد می شود، در کبد موجود می باشد که به نام کوفر سلز می باشد. البته در قسمت های دیگه از بدن ما شما فرزند در استخوان می باشد که به نام استیکلاست یاد می شود. شما خواندین که حجرات استخوانی استیکلاست استیبلاست می باشد، و همچنان در دماغ می باشد که به نام مایکروگلیا یاد می شود. شما ممکن در استولوژی خوانده باشین که حجرات دماغی به نام مایکروگلیا و ماکروگلیا می باشد، البته حجرات تقویه کننده اش به نام مایکروگلیا می باشد. در گرده می باشه به نام حجرات مزنجل سلز می باشه. البته کلش اینمی حجرات مکروفاش های نتیجه ثابت می باشه. خب جواب مکروفاش ها و نیتروفیل در جریان التهاب. التهاب دکتر سبا شما باز در پاتولوژی به شکل مشرح می خوانین. التهاب عبارت از داخل شدن حجرات دفاعی خصوصا مکروفاش و نیتروفیل و پروتین های پلازما به نسج به هدف دفاع می باشه. البته ای جواب مکروفاش ها و نیتروفیل ها در ما در جریان التهاب به شیوه خطوط می باشه. یک خط اول دفاعی می باشه، خط دوم دفاعی می باشه، خط سوم دفاعی می باشه و بالاخره خط چهارم دفاعی می باشه. اولین خط دفاعی در مقابل انتان مکروفاش های نسجی است. چرا؟ این حجرات در نسج قرار دارند. عموما انتان هم در نسج مداخله میکنه، پس این حجرات اولی است که در مقابل انتان یا در مقابل جسم اجنبی می پردازد. در نخستین دقایق ابتدا بزرگ می گردد این حجرات و سپس متحرک می گردد و بالاخره جسم اجنبی را بلع می کند و بالاخره توسط مواد کشنده یا باکتریسیدی که در داخل حجرات است توسط عضو از بین می برد. خط دومی دفاعی نیتروفیل های خون می باشد، دورانی می باشد که تقریبا در ظرف یک ساعت یا بعد از یک ساعت مداخله می کند و بالاخره در وجه انتان از بین میبره. خب این حجرات به شیوه های زیل خود از داخل اویه به داخل به نسج میرسانه. آزاد شدن محصولات التهابی انساج سببه. فرضاً در او ساحه که التهاب است به این معنی که عکس العمل است در مابین جسم اجنبی و سیستم دفاعی بدن ما شما، در وجه بعضی از مواد آزاد میشه. این مواد دکتر سوا مواد سایتوکینا و ایگاپا می باشه که شما باز در البته در پاتولوژی به شکل مشرح می خوانین. این سایتوکین ها و همچنان پروتین های کامپلمنت می باشه. یا چی کار می کنه؟ اول تغییر اندوتیلیوم اویه. حجرات اندوتیلیوم حجرات فرش کننده اویه را این تغییر می ده. شما می فهمین دکتر سوا که شما فرض کنین که یک قسمت یک جدار اویه است توسط حجرات اندوتیلیام فرش شدگی است. این حجرات اندوتیلیام قابلیت نفوذیه را داره می باشه که مواد از فرض میکنیم که داخل آیه است ای بیرونی آیه است مواد تیر شده میتونه، لیکن بعضی از مواد به شکل عادی تیر شده نمیتونه. فرض همین حجرات WBC است، این تیر شده نمیتونه WBC، لیکن تحت فرضاً این را شما نسج فرض کنین، دمی قسمت التهاب میان می از ساحه التهابی دیج مواد آزاد میشه که نمی مواد سبب تغییرات در حجرات اندوتیلیوم میشه. بالاخره چی کار صورت میگیره؟ چسبیدن نیتروفیل ها به جدار اویه. WBC چون وقتی که اندوتیلیوم تغییر کرد به این معنی که دیج اویه قطر خود افزایش می تواز دلتشن و میان می بالاخره در نتیجه از او WBC حرکت خود از لینیر یعنی مستقیما حرکت میکرد به شکل موجی حرکت میکنه بالا جدار اویه خود میچسبانه. وقتی که چسبان بالاخره اول قبل از چسبیدن خود به کنار اویه نزدیک میکنه، این رو ما مارجینیشن میگیم و بالاخره خود میچسبانه، این رو باز ما ادهیژن میگیم. ادهیژن و بالاخره کران شدن منفذ اندوتیلیوم و دیاپیدیسیز نیتروفیل ها ای منفذ های مخصوص میباشه، این منفذ ها کلان میشه و بالاخره WBC به شکل دیاپیدیسیز از جدار اویه تیر میشه و بالاخره وقتی ساحه است که دیجا التهاب به وقوع پیوسته. ذریعه پروسه که موتاکسس نیتروفیل ها به طرف نسج التهابی حرکت میکنه. البته که موتاکسس چی را میگه؟ که موتاکسس
ذریعه مواد کیمیاوی کشش نیتروفیل ها به ساحه التهابی. ایجا خود میرسن وقتی که ایجا خود رسان باز مثل که ما قبلا خواندیم ذریعه اپسونایزرز ها یعنی اپسونایزر های ما شما عبارت از ای جی جی همچنان سی تری بیس که بالای انتان یا جسم نمی خود میچسبن ذریعه از اون نیتروفیل ها رو میشناسه بالاخره بالش میکنه. خط سیوم دفاعی ما شما مونوسایت های دورانی می باشن. مونوسایت هایی که در دوران و تشکل بعد تبدیل میشه به مکروفاژ ها و بعدا در نسج داخل شده و عکس العمل نشان میده مقابل جسم عمومی. خب خط چهارم دفاعی ما شما بالاخره در کسه با گرانولوسایت ها مونوسایت ها افزایش بسیار با مذارت افزایش تولید گرانولوسایت ها مونوسایت ها در مخ عظم می باشه که می تواند ماها و سالها ادامه پیدا کنه. از این خاطر دکتر سبا اگر یک انتان در بدن ما شما مداخله میکنه یا یک پروسه التهابی در بدن ما شما به وقوع میپیوسته، یگانه شاخص التهاب در بدن ما شما لیکوسایتوزیس میباشه. لیکوسایتوزیس به معنای افزایش تعداد دبلیو بی سی میباشه. البته لیکوسایتوزیس باز هر نوعی از دبلیو بی سی که افزایش پیدا میکنه تفاوت میکنه. فرضاً اگر گرانولوسایت ها افزایش پیدا میکنه گرانولوسایتوزیس، اگر مونوسایت ها افزایش پیدا میکنه مونوسایتوزیس. البته در مجموع ما ایره به نام لیکوسایتوزیس که لیکوسایت ها نام حجرات دبلیو بی سی، توزیس به معنای افزایش از این حجرات. پس خطوط جواب مکروفاژ ها و نیتروفیل ها به شیوه چهار خطوط می باشند. خب شما در این قسمت ببینید در قسمت سوال یه و یه است، این ساحه التهابی است، در این ساحه التهاب به وقوع پیوسته. این می نقاط را که شما می بینید این مواد که موتاکتیک سبستنس یا مواد کش کننده دبلیو بی سی می باشند. البته ذره این مواد دبلیو بی سی وقتی که در این قسمت دعویه حرکت میکنه بالاخره در این قسمت های قطر خود افزایش میتن، دبلیو بی سی خود با کنار رویه نزدیک میکنه، مارجنیشن میکنه و بالاخره ادهیژن خود میچسبانه و بالاخره که خود چسباند از قطر رویه خود تیر میکنه و بالاخره به ساحل تحبی خود میرسانه و ذریعه پروسه اپسونیزیشن جسم اجنبی رو میشنسه و بالاخره فاگوسایتوزیس به وقوع میپیوسته. خب دکتر سوا کنترل تورید گرانولوسایت ها و مونوسایت ها در مخ عظم در مقابل فکتورهای متعدد نشون ما که از مکروفاژ فعال در یک نسج التهابی آزاد میگردد کنترل می شود. ببینید دکتر سوا این تولید حجرات گرانولوسایت ها مونوسایت ها یا مکروفاژ ها ذرایع مواد کیمیایی مختلف کنترل می شود. هرگاه در یک نسج التهاب صورت می گیرد بالاخره مکروفاژ خود کلان می کنه، خود فعال می سازه، اکتیویتید مکروفاژ به میان می آید، مکروفاژ فعال شده. این مکروفاژ فعال شده انواع مختلف مواد کیمیایی را تولید میکنه، فرضا TNF تیومور نکروزینگ فاکتور IL-1 یا انترلوکین 1 و همچنان TNF IL-1 GM-CSF GCSF MCSF. البته جی ام مخفف گرانولوسایت مونوسایت، جی مخفف گرانولوسایت، ام مخفف مونوسایت که دیگه هست دکتر سبا، و CSF مخفف کالونی استیمولیتینگ فاکتور یعنی عامل تنبیه کننده مجموعه عظمی حجرات. کدام حجرات؟ گرانولوسایت ها، گرانولوسایت ها، مونوسایت ها. بالاخره این فاکتور ها جمع TNF و IL-1 بالای حجرات اندوتیلیم او یا بالای حجرات فبروبلاست که حجرات بارز نسج منظم می باشه، بالای حجرات لنفوسایت ها تاثیر کرده، این فاکتور ها را تولید میکنه. این فکتور هایی که مستقیما توسط اکتیویتد ماکروفاژ تولید میشه و این فکتور هایی که میتونه توسط اندوتیلیال سلز فبروبلاست لیمفوسایت تولید میشه، بالاخره کلشان به شکل مجموعی بالای بون مرو تاثیر کرده و سبب تولید حجرات گرانولوسایت ها نیتروفیل ایزونوفیل و بازوفیل و مونوسایت و ماکروفاژ شده میتونه. خب قبلا هم در کسی ما سر زمین بحث کردیم که فیدبک کنترل پاسخ مکروفاژ ها و نیتروفیل ها، یعنی دو جز ما سر تولید صحبت کرده بودیم، البته دو جز ما سر پاسخ صحبت میکنیم. میگیم که پاسخ مکروفاژ ها یا عکس العمل مکروفاژ ها و نیتروفیل ها توسط عوامل مختلف کنترل میشه. بیش از 20 عامل برای کنترل فعالیت از این مواد شناخته شده، لیکن 5 عامل از این بسیار بیشتر رول داره که قبلا هم ما سرش بحث کردیم: مونوسایت کالونی استیمولیتینگ فاکتور، گرانولوسایت کالونی استیمولیتینگ فاکتور، گرانولوسایت مونوسایت کالونی استیمولیتینگ فاکتور، IL-1 و TNF.
خب این مواد عموما توسط کدام حجرات ساخته میشه؟ حجرات تی لیمفوسایت ها، ماکروفاژ های فعال شده در انساج التهابی و همچنین حجرات انساج التهابی، لیکن توسط حجرات انساج التهابی به مقدار کمتر تولید میشه. از این موادی که ما قبلا دیجا نام بردیم البته مجموعه IL-1 و TNF، این همین مواد یا عامل محرک کالونی می باشه. البته بسیار یا به شکل قوی رول داره، چه معنی ما کالونی از لیمفوسایت ها، گرانولوسایت ها، سایس از این کالونی ها داریم. این کالونی ها را کم تنبیه می سازه تا که تکثر کنه و افزایش WBC به میان بیاد. IL-1 و IL-6 و IL-3 یا در فعال ساختن حجرات رول داره، البته نه در تولید، و از این خاطر در کسبا فقدان GMC صرف یا البته یک ارتباط کلینیکی است، ارتباط پاتولوژیک است، کاهش فکتور گرانولوسایت مونوسایت کالونی استیمولیتینگ فکتور سبب عدم تجمع سرفکتان در یه همیشه. چرا؟ بخاطر که سرفکتان به طور عمده در وجه توسط حجرات نیموسایت تایپ 2 تولید میشه و نیموسایت تایپ 2 حجرات است که در تولید از اون مواد افکتور رول داره، و این فکتور وقتی که کاهش پیدا میکنه سرفکتان تولید نمیشه و سرفکتان انشاءالله با شما در سیستم تنفسی میخوانیم که در باز نگه داشتن الویله ها رول داره، از کلاب شدن یا جمع شدن یا چملک شدن الویله ها جلوگیری میکنه. خب ما یک اصطلاح داریم دکتر سبا با نام پس یا قی. پس یا قی چه قسم به میان میاد، چه قسم تشکل پیدا میکنه؟ بعد از اینکه پروسه التهابی برای چند روز ادامه پیدا کنه، در این پروسه التهاب حجرات تخریب میشه. حجرات که تخریب شد، هم حجرات نسجی، هم حجرات دفاعی، هم حجرات اجنبی یا حجرات مهاجم یا جسم مهاجم، هر چیزی که باشه، بالاخره در ساحه یک ماده تولید میشه که رو ما قی میگیم. و این قی دکتر سیما در یک حفره قرار داره. البته این حفره از کجا به میان آمده؟ از تخریب نسج. شما فرض کنید که یک نسج نرمال است، فرضاً در این نسج نرمال در اینجا التهاب صورت میگیره، که التهاب صورت گرفت در اینجا یک حفره ایجاد میشه. بالاخره در این می حفره کدام مواد می باشه؟ اول تمام نیتروفیل های ساحه ایده قسمت می باشه، میمر از بین میره. چرا در مقابل مجادله حتما از بین میره؟ در این قسمت می باشه. بعضی از ماکروفاژ ها می باشه، باکتریا های تخریب شده می باشه، یه دیگه حجرات نسج مرده زمین قسمت می باشه، و همچنان مایع نسجی می باشه که کلش در اینجا تجمع میکنه، و این ما به نام قی یا پس میگیم، یکی در پشتو برش زوی میگه زوی. البته بسیار بدبی هم میباشه، چرا مجموعه از نسج تخریب شده، حجرات نیکروزی نسجی، مایع نسجی، ماکروفاژ ها، نیتروفیل ها و همچنان باکتریای از بین رفته میباشه. تا باکتری ها و یا دیگه جسم مهاجم خصوصا باکتری ها میباشه. خب ما تا حال دکتر سبا صرف سر حجرات نیتروفیل و سر حجرات و حجرات ماکروفاژ بحث کردیم. حالی میم دکتر سبا سر ایزونیفیل ها ما بحث میکنیم. ایزونیفیل ها دکتر سبا قبلا گفتیم که تقریبا 2.4% مجموعی از WBC را تشکیل میده. ای حجرات به طور عمده در مقابل انتانات پرازیتی عکس العمل نشان میده. انتانات پرازیتی پرازیت ها را از بین میبره، و همچنان دکتر سبا ای حجرات در الرژیک ریاکشن هم رول داره که به کدام میکنزم عکس العمل نشان میده و این تر میخواهیم. خب افزایش در امتحانات پرازیتی، توسل به پرازیت ها توسط مولکول های سطحی خود، البته بالای سطح خود مولکول های مخصوصی داره که توسط اون مولکول ها خود بالای پرازیت ها میچسبان. وقتی که خود چسبان، بالاخره از این حجرات بعضی از مواد مخصوص افراز میشه و آزاد میشه که پرازیت از بین میبره. اینکه چه قسم عکس العمل نشان میده ببینید. رشد و فعالسازی ایزونیفیل ها در انساج توسط IL-3, IL-5 و GM-CSF یعنی interleukin-3, interleukin-5 و گرانولوسایت مونوسایت کالونی استیمولیتینگ فکتور، این مواد است که این مواد بالاخره در فعالسازی و رشد ایزونیفیل ها رول داره. و ایزونیفیل ها بعضی از مواد مخصوصه
آزاد میکنه تاکه پرازیت ها را از بین میبره. خب کدام کدام مواد آزاد میسازه؟ اول انزیم های هایدرولیز کننده را آزاد میسازه. اشکال فعال اکسیژن که ما گفتیم اکسیژن، هیدروکسیل، گروپ هیدروکسیل، هیدروژن پروکساید، سوپر اکساید و هایپوکلوریت می باشه. این مواد آزاد می سازه و همچنان یک پروتین لاروا کش لاروا در کرسوا چوچه پرازیت میگه. البته این پروتین به نام میجر بیسیک پروتین می باشه. این را آزاد می سازه و آزاد می سازه و توسط این مواد جسم اجنبی یا خصوصا پرازیت از بین می بره. ما قبلا یادآور شدیم که یکی از رول اساسی ایزینوفیل های عبارت از چی است؟ در الرژیک ریاکشن رول داره. چی رولی داره؟ بله، کمپلکس الرژن ریجن، یعنی به این معنا در یک ساحه که انتیجن انتیبادی همراه انتیجن اکسرامل نشان بده، بالاخره انتیجن از بین میبره این ریجن یا انتیبادی و باید که ساحه ورداشته شوه. این را کی میورداره؟ این را ایزینوفیل ها میورداره و تجمع ایزینوفیل در انساج مصاب به الرژی، یعنی در اما طرق تنفسی و بولی. پس یک شخص است در مقابل یک الرژن در اما عکس العمل نشان میده یا حساسیت نشان میده در طرق تنفسی یا در بولی، دو ساحه دیده میشه که حجرات ایزینوفیل تعدادش حتما زیاد میباشه. چرا؟ به خاطر که وقتی که الرژن از بین برد، بالاخره توسط حجرات ایزینوفیل از ساحه ورداشته میشه. بازوفیل دکتر سبا نوع دوم از سوم از گرانولوسایت ها می باشد. این حجرات مشابه و مست سل می باشد، تقریبا در اطراف اویه در عروق شریه قرار دارد. رولش در الرژی است، الرژی یا حساسیت می باشد. خب چی نوع عکس العمل نشان می ده؟ البته دکتر سبا این حجرات هم بازوفیلز و هم مسلز، در داخل این حجرات دکتر سبا گرانول های مخصوص می باشد. فرضاً شما فرض کنین که این حجره است، البته این هسته فرض کنین خیر بر صورت، این در داخل از این گرانول های مخصوص قرار داره یا دانه های مخصوص قرار داره. این دانه ها در سوا در داخل خود مواد مخصوصی قرار داره. این مواد مخصوص در سوا بنامه مهمش بیشتر می باشه، البته هستامین، برادیکینین، سیروتونین، هپرین و بعضی از مواد دیگه از قبل سلوری اکتینگ سبستنس اف انافیلاکسیس این مواد قرار داره. خب اگر یک شخص در بدن یک شخص یک الرژن داخل میشه که داخل شد، بالاخره مکانیزم مخصوص خود داره، از اینجا ای گرانول ها البته ای غشه ازی پاره شده و بالاخره از حجره غشه حجروی هم پاره میشه، این مواد آزاد میشه. این مواد که آزاد شد در اموجا در اموز یا به شکل لوکال که پسامی یا به شکل عمومی در به شکل سیستمیک در بدن ما شما بعضی از تغییرات به میان میره. اینمی تغییرات ما به نام الرژی یا حساسیت یاد میکنیم. البته خلاصه ای که پاره بخشین پاره شدن یا تمزق غشای از این حجرات، بالاخره آزاد شدن این مواد و آزاد شدن انزیم های لایزوزمی، یعنی انزیم هایی که در داخل ارگانیل لایزوزوم قرار داره، یا کلش آزاد میشه. یا که آزاد شد، بالاخره دکتر سبا یک عکس العمل نشان میده. اسلاید بعدی میخوانیم. خب بالاخره دکتر سبا این مواد وقتی که آزاد شد، این مواد بالاخره دکتر سبا سبب التهاب میشه. عینی که ما التهاب قبلا سرش بس کردیم، به این شکل التهاب به میان میاد. این مواد را که ما قبل نمردیم، این مواد سبب توسعی اویه میشه، بالاخره سبب برآمدن WBC در ساحه میشه و بالاخره سبب برآمدن مایعات میشه. ساحه میپنده و ساحه سرخی به میان میه. البته اینمی را ما به نام الرژیک ریاکشن میگیم. خب البته یا به شکل موضعی میباشه، به شکل عمومی میباشه. به شکل موضعی مثالش الرژیک رینایتس میباشه، یعنی التهاب غشای مخاطی جوفی بینی، آستما میباشه و بالاخره ارتیکاریا می باشه، نه النیز دکتر سر، ارتیکاریا یا پت می باشه یا به شکل عمومی می باشه. این رو بنام انافیلاکتیک ریاکشن می گیم که ریجه فشار پایین می آید و قصبات تقبض می کنه، نفس تنگی به شخص پیدا می شه، فشار پایین می آید. ممکن اگه ای ریکاور نشه شاید از سبب از بین رفتن شخص شود. البته ای که دکتر سبا ای الرژی به طور عموم در اشخاص مخصوص می باشه، او اشخاصی که از لحاظ بنیه ارثی مساعد به عکس العمل در مقابل بعضی از مواد خاص الرژن باشه. تشکر دکتر سبا عزیز.